امتحان نهایی که اگه توش رد بشی کار تمومه. گلاسیا سلام. امروز من با فیلم دفینینگ یا نازک شدن رو ببینیم. یکی از فیلم‌های خیلی خفن در مورد سیستم آموزشیه. فیلم قبلی که گذاشتم در مورد همین قضیه بود. گفتم یکی دیگه هم بزنم چون خیلی ازش استقبال کردی شاید خوشتون بیاد. قبلش شروعش هم یاد نرید که دو تا کامنت انگلیسی بذارید. یوتیوب خیلی داره ساوا رو میپرونه. اصلا گند زده شده توی کانال ماه اخیر. امیدوارم که درک بکنید. بریم با هم ببینیمش. حواسمون به اسپول کامل صحنه‌ای خشنش هم باشه. شروع فیلم متوجه میشیم که سازمان بهداشت جهانی و UN اعلام کردن که تمام کشورها باید 5% از جمعیت خودشونو کاهش بدن تا زمین به فنا نره. انگاری که گرمایش زمین بیش از حد شده و تنها راه نجات مردم هم اینه که 5% از جمعیت هر کشوری کاهش پیدا کنه. خب آمریکا هم قبول کرده و فرماندارش اعلام میکنه که ما یه سری قوانین جدید قرار وضع کنیم. از این بعد قراره که هر سال دانش آموزا یه تستی بدن تا وقتی 18 سالشون بشه. هر کسی هم که خب تو این تست رد بشه کارشو تموم میکنیم تا اینطوری جمعیت کشور ما هم 5% کاهش پیدا کنه. با این کار نه تنها به دنیا کمک کردیم، بلکه باعث میشه که هوش کشورمون هم بالا بره، چون کسایی که زنده میمونن اگه ذره پوشی فوق العاده بالایی برخوردارن. خب مشخص قانون سختیه ولی مجبورن همه اجرا بکننش. حالا شخصیت اصلیمون یعنی لینا رو میبینیم. لینا یکی از بهترین دانش آموزای مدرسه است و خیلی هم باهوشه. برای همینم هم بعضی وقتا دانش آموزای دیگه بهش میگن بیا بهمون درس بده و در قبالش بهش پول میدن. الانم رفته پیش یه نفر دیگه تا همین کارو انجام بده. مون تا این پسر که اسمش هم سایمونه میگه من نمیتونم تو امتحان قبول شم، اصلا درس رو نمیفهمم. لینا هم در قبال پولی که اضافه تر میگیره یه لنز بهش میده و وقتی سایمون میذارتش به شکل عجیبی همه جوابها جلوی چشماش میان. این یه تقلب خیلی خفن. اون طرف شهر میریم به خونه فرماندار کشور که خب این قوانین رو وضع کرده بود. پسرش به اسم بلیک هم یه دانش آموزه و الان هم داره با دوست دخترش یعنی الی میره اشغال کنه. هر دوشون هم نگران تستین که قرار فردا بدن، ولی خب برای اینکه حواسشون پرت بشه با هم یه رابطه برقرار میکنن. وسطشون یکی از نگهبانهای پدر بلیک میاد و مچشون رو میگیره. بعد میبرتش به اتاق فرماندار و اون به پسرش بلیک میگه که باید از این بعد حواستو بیشتر جمع کنی، فقط امسال و سال بعد مونده که 18 سال تموم شه، این دوتا تست که تمومشون بکنی کل زندگیتو میتونی بسازی. برای همینم هم نباید دنبال حواس پرتی و چیزهایی مثل همین دوست دخترت الی بری. روز بعدی میرسه، روز امتحان که همه دانش آموزان به شدت استرس دارن و نگرانن. بلیک پسر فرماندار میاد پیش لینا و چون میدونه که اون تقلب از همون لنزا میفروشه ازش میخواد که کمکش بکنه، اما لینا حاضر نیست همچین کاری براش انجام بده و هیچ چیزی بهش نمیده. در حالی که همه تو صف منتظرن تا نوبتشون بشه، یکی از دانش آموزا رو میبینیم که روی دستش تقلب نوشته. خب مچشون میگیرن و دهنش هم سرویس میکنن و زیر چکلگت لهش میکنن. بالاخره وقت امتحان میرسه و همه با نگرانی سر جاشون میشینن و تست شروع میشه. امتحان هم باید توی تبلتشون بدن. لینای باهوش خیلی زود تموم میکنه ولی یکی از دوستای سعی میشه هول کرد و نمیتونه جوابها رو بنویسه. وقت امتحان تموم میشه و خیلی سریع هم از تبلت ها جوابها رو بررسی میکنن. معلم میاد جلو و شروع به خوندن اسم کسایی میکنه که امتحان رو رد شدن و باید دنبال نگهبان ها از اتاق خارج شن. اونایی هم که اسمشون خونده میشه خیلی میترسن و عموما شروع به دعوا با نگهبان ها میکنن، اما در آخر میبرنشون بیرون. مهمترین کسی هم که امتحان رد شده دوست دختر بلیک یا همون الیه. همین که از کلاس میاد بیرون هم سریع به پدرش زنگ میزنه تا یه کاری برای دوست دخترش انجام بده، اما پدرش میگه کاری دستم بر نمیاد و قانون باید برای همه بگه شکل اجرا شه. بلیک خیلی به هم ریخته و عصبیه، میدو دنبال دوست دخترش، حتی نگهبان ها رو میزنه اما موفق نمیشه نجاتش بده و در آخر خودش هم میندازن بیرون. میریم به یک سال بعد، موقع امتحان بعدی رسیده و خب بلیک و لینا هم باید آخرین امتحان هاشون رو بدن. از اون طرف خواهر لینا تازه اولین سال مدرسه شه و خب اولین امتحانش رو باید بده و اونم خیلی نگرانه. یکی از معلم های لینا میاد بهشون سر بزنه، میفهمه که خیلی هم لینا رو دوست داره. اینم متوجه میشیم که مادرشون جونش رو از دست داده، چون سال قبل سرطان داشته و اصلا برای همین بوده که لینا داشته به بقیه تقلب میفروخته و درس میداره تا پول برای درمان اون جور کنه. البته که خب موفقم نشده و مادر از بین رفته. از اون موقع هم معلمش میاد خیلی بهشون سر میزنه و مثل بچهای خوریش ازشون مراقبت میکنه. همزمان با صحبت این معلم با لینا میریم پیش بلک. توی اتاقش رو یه فیلم از خودش ثبت میکنه و جلوی اون میگه که اگه این فیلمو دارید میبینید یعنی من جونم رو از دست دادم. من به این سیستم جدیدی که ساخته شده واقعا منتقدم و میخوام هر جوری که شده باهاش مبارزه‌مو ادامه بدم. روش مبارزش هم اینه که میخواد تمام امتحان رو اشتباه جواب بده. اینطوری مجبورن جون اون رو هم بگیرن. منتهاشون پسر فرمان داره قطعا پدرش یه اقدامی انجام میده و ممکنه که یه تغییری تو سیستم به وجود بیاد. همه این کارها رو هم میخواد برای انتقام دوست دخترش انجام بده. وقت امتحان میرسه و اول میریم پیش خواهر کوچیکه لینا. میبینیم که امتحان این بچهای کوچیک شبیه یه انیمیشنه، ولی خب اول در مورد این توضیح
توضیح میده که اصلا چرا این تست رو دارن میدن و به خاطر گرمایش زمین باید انجام بشه. هر کسی هم که این تست رو رد میشه انگار یه فداکاری برای آدمهای کره زمین میکنه و خب اینطوری داره بچه‌ها امید میده که نگران نباشن. در ادامه ویدیو هم میگه که خیلی از کشورها اومدن افرادی که مسن‌تر بودن رو از بین بردن. یه سری اومدن تولید مثل رو ممنوع کردن تا 5% کاهش جمعیت سالیانشون رو اینطوری انجام بدن. ولی خب آمریکا تصمیم گرفته این کارو انجام بده تا فقط آدمهای باهوش ادامه بدن. معلم این افرادی که سنشون کمتره خیلی ناراحت و به هم ریخته است ولی خب مجبوره که این امتحان رو شروع بکنه. خوشبختانه خواهر لینا جزو کسایی که امتحان رو قبول میشن. حالا از اون طرف امتحان افراد سنبالاتر یعنی لینا و بلیک و دوستاشون شروع میشه. همزمان با این اتفاق هم یکی از نگهبانهای پدر بلیک میاد و بهش فیلمی که از اتاق بلیک پیدا کرده رو نشون میده. فرماندارم به شدت عصبانی و نگران میشه و سری زنگ میزنه به مدرسه و میگه یه کاری بکنه چون نباید بلایی سر پسرم بیاد. مسئول رسیدگی به امتحان برای اینکه میدونه همه نتایج قرار منتشر بشن و نمیتونه توشون زیاد دستکاری بکنه مجبور میشه یه کار دیگه انجام بده. جواب امتحان بلیک رو با یکی دیگه از دانش آموزا تغییر میده. اون دانش آموز حالا کیه؟ شانسی لینا در میاد، یعنی شخصیت اصلیمون باهوشترین دانش آموز مدرسه. و وقتی امتحان تموم شده و اسم دانش آموزا رو میخونن لینا هم جزوشونه ولی بلیک نیستش، هر دوشون به شدت متعجب میشن چون لینا غیر ممکنه که رد بشه. در حالی که نگهبانا دارن لینا رو میبرن، اون معلمی که لینا مورد علاقش بود میاد جلو و سعی میکنه منصرفشون کنه و میگه امتحان قطعا یه مشکلی داشته. البته که اونا قبول نمیکنن. معلم میره لینا رو در آغوش میگیره، یواشکی هم کلید خروج خودش از ساختمون رو توی جیب لینا قرار میده و بهش میگه یه شانس دیگه برای خودت بساز و فرار کن. میریم پیش بلیک که همچنان باورش نمیشه چطوری امتحان رو قبول شده به خاطر اینکه تمام سوال ها رو اشتباه جواب داده بود. میبینیم که بعد امتحان هم دانش آموزای قبول شده یه جشن دارن میگیرن و بیخیال اتفاقی که برای رد شده ها داره میفته شروع به رقصیدن و عشق و حال کردن. همزمان با این جشن هم میریم پیش پدر بلیک یعنی فرماندار، سخنرانی شکل داده و اعلام کنه که میخواد برای رئیس جمهور شدن توی آمریکا کاندید بشه. کلی هم طرفدار داره و در مورد این صحبت میکنه که چه جوری دولت آمریکا بهترین تصمیم رو گرفته تا این امتحان ها رو انجام بده جای اینکه جون سنباله ها رو در خطر بندازه یا خیلی کارهای اشتباه دیگه ای رو انجام بده. از وقتی همین امتحانا شروع شدن این کشور بالاترین نرخ هوش رو توی دنیا به دست آورده، 26% جرم و جنایت کاهش پیدا کرده و خلاصه همه چیز گل و بلبل شده. بله که داره از تلویزیون سخنرانی پدرش رو ببینه از جشن مدرسه بیرون میاد و یواشکی میره تا ببینه چه بلایی سر بقیه دارن میارن. یکی از نگهبان ها رو همین وسط میزنه و خودش رو به اتاق کنترل این مدرسه میرسونه. دانش آموزای رد شده از جمله لینا رو میبینیم که یه گوشه به صف کشیده شدن و مجبورشون میکنن لباس هاشون رو در بیارن و لباس های دیگه رو بپوشن. بعدم همشون رو به زور روی صندلی میشونن و قراره که کارشون رو شروع کنن. این کارو میخوان با تزریق یه آمپول انجام بدن که همین لحظه بلک از اتاق کنترل برقای کل ساختمون رو قطع میکنه. همه سعی میکنن فرار کنن و این وسط لینا هم با کلیدی که معلمش داده بود موفق میشه از اتاق خارج شه و در بره. نگهبانا هم بقیه دانش آموزا رو موفق میشن سرکوب کنن و سر جاشون میشونن. حالا میبینیم رئیس این نگهبانا که همون کسی هم هستش که جواب امتحان بلیک و لینا رو تغییر داده بود میاد داخل و این پرسه بشمارید کسی کم نشده باشه و اینجا میفهمن که لینا فرار کرد. بلیک و لینا به هم دیگه میرسن. بلیک توضیح میده که من همه امتحانا از قصد اشتباه جواب دادم و غیر ممکنه قبول شم. مطمئنم پدرم چون فرمان داره یه کاری انجام داره که تو داری به جای من توی تله میافتی. برای همینم میخوام کمکت کنم که از اینجا در بری. با هم دیگه وارد سیستم تهویه هوایی ساختمون میشن و سعی میکنن از اونجا به سمت راه خروج برن. این در حالیه که سیستم مدرسه به شدت امنیتی و نمیذارن هیچ کسی خارج شه یا بیاد داخل. به فرماندارم این قضیه رو خبر میدن و اعلام میکنن که پدر و مادرها نگران نباشن، فقط برق رفته داخل و به زودی مشکل حل میشه. این وسط این نکته رو باید توجه بکنیم. یکی از دوستای صمیمی لینا که از اولم چند بار دیدیم و خیلی نگرانش بودم این سری رد شده بودش. اون هم تو اتاقی بودش که همه رو بسته بودن و لینا فرار کرد و در حالی که نگهبانا داشتن دانش آموزا رو کتک می‌زدن با گوشیش فیلم گرفته و یواشکی برای یکی از خبرنگارهای خارج از اینجا میفرسته. خبرنگارم تصمیم میگیره که این قضیه رو پوشش بده و سری فیلمو پخش میکنه و میگه دولت داره با بچه‌ها خیلی بد رفتاری میکنه. برمیگردیم پیش لینا و بلیک در حال فرارن که زیر پاشون یه رفه خالی میشه و بلیک میوفته توی استخر. لینا هم میپره پایین و سعی میکنه نجاتش بده که موفق هم میشه. بعدم از سوی رخکن لباسهاشون رو تغییر میدن و سعی میکنن دوباره فرارشون رو شروع کنن. دوباره راهشون از سیستم تهویه هوا شروع میکنن که یه جا متوجه میشن نگهبانی پایین پاشون وایستاده. در حالی که هول کردن یه رفه کلید در جیب لینا میفته و دقیقاً پشت پای نگهبان فرود میاد. اون متوجه نمیشه اما برای به دست آوردن کلید لینا میگه که باید بریم به آزمایشگاه مدرسه یا آهن رو بیاریم و یه جوری کلید رو از پایین برش داریم. میرن داخل آزمایشگاه میخوان همین کارو انجام بدن که یه رفه وسیله میفته و نگهبانی میشنوه و به طرفشون میاد. بلیک به لینا میگه که تو برو بالا و کلید رو دوباره به دست بیار، منم یه جوری حواس نگهبانو پرت میکنم. در حالی که
لینا برگشته داخل سیستم تهویه، بلیک پناه گرفته که نگهبان میبینتش و برمیگردیم پیش لینا. با هم رو با کلید رو برمی‌داره و داره میکشتش بالا که یه رفعه نگهبانی با دستشون اون میگیره. البته که میفهمیم این بلیکه و موفق شده که اون نگهبان رو از بین ببره و حالا لباس‌هاشو پوشیده و کمک می‌کنه که راحت‌تر کلید رو به دست بیاره. این وسطی که دیگه از نگهبان‌ها که اونم بیهوش کرده بودن بالاخره بیهوش میاد و به رئیسشون خبر میده که لینا داره فرار می‌کنه و یه کلیدم داره و با اون درو باز کرد. رئیسشون هم که میفهمه یکی از معلم‌ها قطعاً تو قضیه دست داشته، همشون رو به صف می‌کنه و شروع می‌کنه به بازجویی از اونها. یه نکته دیگه هم هستش. اون موقعی که داشتن امتحان می‌دادن متوجه می‌شیم که یکی از معلم‌ها از یکی از دانش آموزها اخاذی کرده، یعنی باش رابطه برقرار کرده در قبال اینکه بهش قول داده اونو قبولش می‌کنه. البته که اون دختر فقط گول خورده بوده و در آخر خودش هم جزو رد شده‌ها از اتاق خارج شده. اون معلم عوضی هم الان همینجاست. از اون طرف معلمی که به لینا کمک می‌کردم از قضیه باخبره و یواشکی کلید این مرد رو می‌پیچونه. وقتی که نگهبانا میان سراغش میگه من کلیدم دستم و من نبودم که کمکی برسونم. اونا میرن سراغ همون مرد و میفهمن کلید نداره و خب به عنوان شریک جرم میگیرنش و شروع میکنن به زدنش. برمیگردن پیش بلیک و لینا، تصمیم گرفتن که یه جوری دست این دولت رو رو بکنن. برای همینا هم وارد اتاقهای سرور شدن و لینا میخواد از کامپیوتر استفاده کنه که میفهمه رمز داره. به دوست صمیمیش یه پیام میده و ازش میخواد که یه جوری این رمز رو به دست بیاره، چون هکر خیلی خفنی هم هستش. اونم با استفاده از دوربین‌های امنیتی موفق میشه لحظه‌ای که این رئیس نگهبانا داشته رمز رو میزده رو به دست بیاره و خب عدد رو به لینا میگه. لینا خیلی سریع وارد کامپیوتر میشه، میره تو قسمت جواب‌ها و میبینه که خودش با 98% جواب درست رد شده، در حالی که بلیک با 15% جواب درست قبول شده. یه بررسی دیگه انجام میده، میفهمه این قضیه فقط به خودشون ختم نمیشه. حتی سال قبلی دوست دختر بلیک هم 88% جواب درست داده بود اما رد شده و انگاری از بین بردنش. خب احتمالاً این کارو پدر بلیک انجام داده بود و گفته بود یه جوری به لیلو سر بنیسش کنید تا پسرم حواسش به این چیزا پرت نشه. لینا سریع همه اینا اسکرین شات میگیره و برای دوستش میفرسته و اونم مستقیم فوروارد میکنه برای همون خبرنگار رو. خبر این قضیه تقلب توی کل کشور پخش میشه، خبری که نشون میده سالهاست دارن توی امتحان تقلب میکنن و تا الان بارها پیش اومده که آدمهای بیگناه رو اینطوری از بین بردن. همین لحظه برق ساختمون برمیگرده و رئیس نگهبان از دوربین متوجه میشه که لینا پای کامپیوترشه و سریع به طرفش میاد. لینا هم پا به فرار میزنه، البته که رئیس نگهبان ها میگیرتش. بلیک هم میبینیم که با لباس مبدل اومده پیش بقیه دانش آموزای رد شده و سعی میکنه اونا رو اتاق ببره بیرون، اما نگهبان های دیگه متوجه میشن تقلبیه و ماسکشو برمیدارن و اونم میگیرنش. میفهمیم به خاطر پخش شدن خبر تقلب پای فرماندارم گیره. از دولت به زنگ میزنن و میگن اگه قضیه رو راست و ریس نکنی از کاندیدای ریاست جمهوری هم برکنارت میکنیم. یکم فکر میکنه و تصمیم میگیره. اول از همه قضیه تقلب و کلا میندازه سر رئیس نگهبان ها و میگه من هیچ دستی توش نداشتم. بعدن دستور میده که همه کسایی که تا الان با تقلب قبول شدن از جمله پسر خودش رو هم از بین ببرن تا اینطوری آبروی خودش حفظ بشه. این خبر رو به نگهبان ها هم میدن و خب حالا بلیک رو میگیرن و لینا و کسایی که با تقلب الکی رد شده بودن رو دوباره آزاد میکنن. لینا و بلیک همدیگه رو میبوسن و لینا رو میبرن بیرون. بلیک با نگرانی و گریه سر جاش میشینه و میفهمه که کارش تمومه. در حالی که لینا داره میاد بیرون میبینیم که به همه اونها دارویی تزریق میشه و لینا میاد و خواهرش رو در آغوش میگیره. سکانس آخر فیلم آخر شب شده. میبینیم که این دانش آموزا از بین نرفتن، فقط بیهوشن و دارن با ماشینی به جای دیگه برده میشن. وقتی که وارد این ساختمون میشن میبینن که تمام دانش آموزایی که تا الان قرار بوده از بین برن زندن و فقط اونا رو میارن توی همین ساختمونی که شبیه یه کارخونه است و حالا مجبورن به عنوان یه کارگر شروع به ساختن همون تبلت هایی کنن که امتحان ها توش شکل میگیره. در واقع دولت آمریکا برای کاهش گرمایش زمین هیچ کاری تا الان انجام نداده. فقط اینطوری یه سری آدم پیدا میکنه که مجانی براش کار بکنن و اینطوری نیروی خودشو داره تامین میکنه. اینجاست که فیلم به پایان میرسه. از فیلم بیا بیرون، از آمریکا بیا بیرون، بیا تو ایران خودمون. خب نزدیکترین جا به دیگه، با از همه چی هم بیشتر باهاش آشنایی داریم. به نظر کنکور همین کارو انجام میده یا نه؟ این سیستم آموزشی توی همه جا هستش، توی تمام رشته ها. وقتی میخوای وارد بازار کارش بشی باید یه تستی بدی و اصلا چیز قشنگی نیستش. حتی برای وکالت مثلا توی ایران داریم آزمون وکالت، توی آمریکا داریم دوباره، توی ایران کنکور برای همه کسی که میخوان برن دانشگاه. کلا در مورد فلسفه این قضیه میخوایم صحبت بکنیم توی فیلم و خیلی هم قشنگ اینو به نمایش میذاره. حقیقتش هم همینه، یعنی وقتی که یه تست اینطوری شکل میگیره یه سری‌ها رد میشن، یه سری‌ها قبول میشن. اونایی که قبول شدن میرن وارد سیستم دانشگاهی میشن و یه دوره جدیدی رو شروع میکنن، اما اونایی که رد شدن نمیتونن از زندگیشون کنار بکشن که مجبورن یه جوری ادامه بدن، یا دوباره تلاش کنن قبول شن یا
میرن همونطوری به عنوان یه نیروی خیلی ضعیف‌تر با توقعات خیلی کمتر که حقوق خیلی کمتری هم میگیره وارد بازار کار میشن. اینطوری یه مرز شکل میگیره دقیقاً بین کسایی که قبول شدن و کسایی که نشدن. این همین فیلم، اونایی که رد شده بودن توی اتاق دارک بودن و در آخر رفتن یه جا مثل برده شروع کردن به کار کردن، در حالی که بقیه از آینده‌شون معلوم نشد، شاید اونا هم به فنا برن، شاید اونا هم آخرش کارتون خواب بشن، ولی توی اون مرحله فقط دارن پیروز بیرون میان و میرن سراغ ادامه کارشون. توی واقعیت هم دقیقاً قضیه همینطوریه. یعنی کسایی که اینطوری رد میشن از همون اول آینده‌شون به فنا میره، کسایی که این مرحله رو پشت سر میذارن و سربلند بیرون میان هم ممکنه در آینده به فنا برن. اصلا هیچ چیزی تضمین نمیکنه که 100% موفق میشن. ولی مهم اینه که اون سیستم بالا سریه این مرز اول رو به وجود بیاره. همین مرز است که باعث به وجود اومدن مرزهای بعدی میشه، چیزهایی مثل اختلاف طبقاتی، اختلاف فرهنگی و هزاران مورد دیگه که همشون انگاری از همین نقطه ریشه میگیرن و به سمت جلو میرن. همین تفاوت اولیه است که به نفع اون سیستم آموزشیه و برای همین هم است که میبینیم جای جای دنیا داره پیش میاد. اگر تو مرحله‌ای هست که قراره کنکور بدی یا جلوت یه بوت و قول از این قضیه ساختن، بدون که یه چیز اشتباه کاملا، قرار نیست که یه چیزی مثل کنکور تمام زندگی تو رو شکل بده. تو حتی اگه اینجا رد بشی یا قبول بشی هم به هر حال هزاران پل دیگه جلوت داری که باید از اونا سربلند رد بشی. این فقط یه چیز خیلی کوچیکه برای اینکه میخوام اون اختلاف بیفته و کسایی که رد شدن ناامیدی کل وجودشون رو بگیره، سر توقعات رو بیارن پایین و شروع به کار برای کسایی بکنن که خیلی سطح کار پایین تره، خیلی حقوق کمتری میگیرن، باعث میشه که شأن خودتون رو پایین بیارید فقط به خاطر اینکه مثلا تو اون امتحان رد شدید. هیچ وقت نباید بذاری که یه همچین تستی، یه همچین مرحله، یه همچین پلی تمام ارزش و انسانیت تو رو شکل بده. برای همینم به نظرم انقدر خودتو درگیرش نکن. درسته مهمه، شاید بعدش برات هزاران راه دیگه باز بشه، هزاران موقعیت پیش بیاد، ولی اگه نریم باز هزاران موقعیت دیگه پیش میاد، با اون فرق میکنه ولی بازم موقعیت. مهم اینه که تو چجوری ازش دستاورد به دست بیاری. اینو خواستم بگم به خاطر اینکه خیلی میبینم دور و بر خودم که چقدر دارن خوبشون رو به فنا میدن. خود من قشنگ میتونم بگم 4 سال دبیرستان پیش دانشگاهیمو واقعا خودمو جر دادم، یعنی از کل زندگیم زده بودم، صبح تا شب درس خوندم، عید تعطیلات عید همه مسافرت بودن، من ساعت 7 صبح پا میشدم تست قلمچی گاز فلان بیسار میزدم، آخرم رشته هوافضا قبول شدم، همه میگفتن واه چه خفنه، یه تایم رفتم گفتم نمیخوام، به درد من نمیخوره، اومدم بیرون راهمو کلا عوض کردم. یعنی حرفم اینه که مهم نیستش که تو از این چجوری رد میشی، مهم اینه که اون زندگی تو به فنا ندی قبلش، نه 10 سال 5 سال 1 سال زندگی تو بتره کنی فقط برای همون تسه، آخرش هم اصلا قبول شدی نشدی تهش یه راه دیگه رو بخوای در پیش بگیری. کلن زندگی خیلی کوتاه‌تر از اینه که بخوای سر همین چیزی هدرش بدی. این فیلم دقیقا همین رو به نظرم میخواد بگه. هر چقدر هم تست مهم باشه، مثلا توی فیلم بهونه‌شون کاهش جمعیت برای گرمایش زمین بود، یه بهونه‌هایی هست برای این تست دیگه. توی این فیلم هم داره میگه که هر چقدر هم این مهم باشه، هر چقدر هم حیاتی باشه و اتفاق بدی برای اونایی که رد بشن بیفته، بازم هستن کسایی که میخوان تو اون دستکاری بکنن و بازم توش ناعدالتی به وجود میاد. برای همینم نباید که بذاری همچین چیزی زندگی تو به دست بگیره، خیلی راههای بیشتری میتونی در پیش بگیری. اینم بگم که فیلم 2 نسخه داره، نسخه بعدش اگه دوست داشتید بگید قرار میدم، برای بعد از این قضیه است که بلیک میره توی همون کارخونه ها و مشغول به کار میشه و خیلی داستان خفن تری هم داره. امیدوارم خوشتون اومده باشه، ببخشید زیاد حرف زدم، باید این داستان فیلم رو قشنگ درکش میکردیم. لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم، روزتون هم گلسی.